دوستان منو ببخشید، منو ببخشید، منو ببخشید، منو ببخشید، ببخشید. من مهمان دارم، نمیتونم بیشتر از این، دلم تاب نداره. ای بیشتر گوش بدم اشکم میاد بیرون، دلم نمیخواد شما رو ناراحت کنم. همین الان من بغضم گرفته. ولی آقا خدا، ما شراب بهشتی، حوری بهشتی رو نخواستیم، از تو فقط میخوایم در آن دنیا هم نشین استاد ساربان و احمد ظاهر بشیم. الهی آمین. چه به پدر، پدرم بگه پاشا چرا چشات قرمزه، چرا گریه کردی؟ اگه بگم به خاطر استاد ساربان که باورش نمیشه، میگه تو حتما عاشق شدی دختر فلان شده. هی واتساپ، منم اس پی ایکس پی پای، خیلی خوش اومد به چای یوتیوب لالا پاشادون. بچا همین الان من این توصیه رو به شما میکنم، اگر خیلی زود اشکتون در میاد، زود گریه میکنید، زود بغضتون میگیره، این ویدیو واسه شما ممنوعه. چرا؟ چون یک ترانه به شدت غمگین و سوزناک از استاد ساربان هستیم. پس همین الان بهتون اکیداً توصیه میکنم، اگر در غربت هستید و دلتنگید و ناراحت هستید، بهانه‌ای برای گریه کردن ندارید، پس این ویدیو رو نبین، چون این غم غصه همه چی رو از سوی بغضتون میترکونه. ترانه استاد ساربان به اسم ای دل بر من دم مرا یاد بکن. پس قبل اینکه بریم ترانه بشنویم، لطفا کانال من سابسکرایب کن، اون زنگوله بغلش هم روشن کن، ویدیو رو هم لایک و کامنت کن، آیدین اینستاگرام بالا میاد اونجا منو فالو کن. بریم ببینیم که استاد ساربان چیکار کرده. Are you ready؟ ای دل بر من دم مرا یاد بکن، باید میگه ای دل بر من دم مرا یاد بکن، ای تو که رفتی و من را اینجا تنها گذاشتی و فکر کاروبار خودت هستی، فکر روابط خودت هستی، پس الان دمی از یاد من بکن. بچه ها بریم بریم متن ترانه رو میتونیم پیداش کنیم. ای دل بر من دم مرا یاد بکن. بچه ها تا موقعی که متن رو پیدا میکنم شما لایک رو بزنید، ترانه درخواستیتون هم بفرستید، 100% براتون در این هفته ریاکشنش میام و از اسم شما یاد میبرم در ویدیو. لایک زدید؟ لایک کردید یا نه؟ لایک رو زدید بچه ها؟ لایک رو بزنید همین الان، لایک رو بزن، کاری نداری که پنجره رو کوچیک کن، بزن لایک، لایک رو بزن، خرجی هم نداره واسه تون. ای خدا چرا متنش بالا نمیاد؟ بچه ها این به بعد ترانه درخواست میکنید، اینا ترانه درخواست شما، ترانه درخواست میکنید لطفا متنش هم به من بفرستید. متنش چرا نیست؟ لایک زدید یا خیر؟ لایک رو زدید، کامنت گذاشتید، از حالت و از حال خودتون به من بنویسید. کامنت چی گذاشتید؟ جورا به خیرید؟ در کدام کشور زندگی میکنید؟ چه خاطره عاشقانه ای دارید؟ برنامه های من رو از کی شما میبینید؟ چه درخواستایی، چه انتقادایی دارید از برنامه من؟ نه متاسفانه بچه ها متنش پیدا نشد. خیلی ممنون شما، از شما متنش به من بفرستید. باید نگه یه دل مرا شاد بکن. بچه حالا ما یه سری واژه هایی که واژه ها، بعضی از واژه هاش که معلوم هست و قشنگ متوجه میشم، ولی خب همین واسه ما کافیه. همین تون صدای استاد ساربان، همین غمی که توی صداشه، چون استاد ساربان گذشته خیلی بچه درناکی داشته، واقعا زندگی سختی داشته، از ضربه هایی که اطرافیانش بهش زدن، چه سوء استفاده هایی از صدا و تولیدات ترانه های استاد ساربان داشتن، خیلی غم داشته و این غم پینه ای شده روی صدای استاد ساربان. رفیب و شکست ببینید چه غمی توی صداش، چه حسی داره بچه. شهرت استاد ساربان، اصلا جدا از استاد ساربان، هر خوانندهی که بچه صداش جاودانه شده و حتی بعد از مرگش صداش رو بر میگردیم و ما گوش میکنیم، اینا چرا کسایی هستن که به خاطر عشق خودشون به ترانه اومدن جلو، یعنی به خاطر پول نیومدن، یعنی هدفشون واقعا اون حس واقعی خودشون، علاقه ای که به شعر داشتن. این استاد ساروان مثلا میخواسته غم توی دلش رو با صداش، با ترنای خودش بده بیرون. چرا؟ چون که مثلا استاد دکتر روانشناس کیه؟ چرا ما بعد از دورهای روانشناسی آرامش پیدا می‌کنیم؟ چون ما دلمون رو، درد دلمون رو به یکی بازگو میکنیم. بازگو کردن درد
باعث آرام شما میشه. و الان استاد سارام با بازگو کردن درد خودش به صورت شعر یه تسکینی بوده به دردش. آخ جیگر آدم کباب میشه، مخصوصا اینکه میدونی که چه به سر استاد ساربان دادن. ترنای یه سری شرکت هایی بودن که ترنای استاد ساربان رو به نام خودشون دادن بیرون. یعنی چی؟ یعنی اون پولی که مخاطب واسه ترنای استاد ساربان میده تو جیب استاد ساربان نمیرفت، میرفت تو جیب اون سوء استفاده گرا. خدا خیرشون نده، خدا خیرشون نده، اصلا صدای من گرفت، خدا خیرشون نده که این همه بدی، این همه سوء استفاده که از استاد ساربان، این پولا چگونه گلوتون میره پایین؟ آخ خدا رحمتش کنه، روحش شاد، روحتان شاد استاد ساربان. آقای احمد ظاهر عزیز، شما مسلما توی دنیا که سختی زیاد کشید، تو اون دنیا الهی که پروردگار یک جایگاه ویژه با واسه شما در نظر گرفته شده، گرفته باشه که 100% گرفته، شما میشید در آن دنیا میشید ثواب‌های کارهای ما که توی این دنیا یه ثوابی کنیم نتیجهش میشه همنشینی با شما. آقا خدا، ما شراب بهشتی، حوری بهشتی رو نخواستیم، از تو فقط میخوایم در آن دنیا همنشین استاد ساربان و احمد ظاهر بشیم. الهی آمین. اگر شما هم همین دعا رو مثل من دارید بنویس الهی آمین. دل پریشان شدم، دیده گریان شدم. میگه دیده گریان شدم یا میگه دیگر گریان شدم؟ من هر موقع بچه احساساتی میشم، یه غمی توی دلم میاد، صدام میگیره. همین الان که شما میبینید که صدای من گرفت از داغ این ترانه. پس اگر شما خیلی زود بغضتون میگیره، اگر توی غربت هستین، این ترانه ممنوعه، حرامه واسه شما که گوشش بدین. چرا؟ چون واقعا سوز دلتونو میاره، اشک از چشماتون واقعا میاره. ما الان بچه ها مهمان برامون آمده، نمیدونید باور نمیکنید که من چقدر دارم خودم رو کنترل میکنم اشکم نیاد. همین الانش چشام اصلا بغضش گرفته، همین الان من بغضم گرفته، ولی مهمان داریم، باید خودم کنترل کنم چشام اشک آلود نشه. چرا؟ چون اینجا میرم بیرون باید به اونا جواب پس بدم. پدر من دیگه، من که باورش نمیشه به پدرم بگه پاشا چرا چشات قرمزه، چرا گریه کردی؟ اگه بگم به خاطر استاد ساربان که باورش نمیشه، میگه تو حتما عاشق شدی، دختر فلان شدی، داری گریه میکنی. بریم ادامه. دوستان منو ببخشید، من مهمان دارم، نمیتونم بیشتر از این، دلم تاب نداره، اگه بیشتر گوش بدم اشکم میاد بیرون، دلم نمیخواد شما رو ناراحت کنم و همچنین مهمانای ما که اونا هم فکر میشن که چرا من مثلا اشکم دم مشکم زود گریم گرفت. خب بچه من باز عذر میخوام که این ترانه رو همینجا استاپ میکنم، نمیتونم ادامه بدم، واقعا نمیتونم دیگه ادامهش بدم، واقعا دیگه مغزم، اشکم از چشام دارم کنترل میکنم، دیگه مغزم داره منفجر میشه. پس دوستان عزیز، اگر این ویدیو خوش اومد لطفا کانال من سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد، اونجا منو فالو کنید. ممنون از نگاه زیبایتون و دیده های زیبایتون. کچیو لیتر.